سلام، عصر جمعتون بخیر. خوش اومدید به نوبت شما ورزشی. اینجا این برای پایان، پایانی که پایان نیست، که شالوده ی آغاز است. تیر خلاصی است بر نتوانستن ها. این بخشی از نامه آیدین بزرگی، یکی از سه کوهنورد جوان ایرانی که قبل از صعود موفقیت آمیز به برودپیک هیمالیا در اختیار رسانه ها گذاشته بود. اما آیدین و دوستانش در راه برگشت بخشی از مسیر رو اشتباه میرن و مفقود میشن. عملیات تجسس و امدادم نهایتاً به جایی نرسید. با وجودی که خیلی از کارشناسان این رشته میگن صعود به ارتفاع 8000 متری برای هر کوهنوردی با هر میزانی از تجربه و حتی با پیشرفته ترین امکانات میتونه پرخطر باشه، در این ماجرای اخیر بعضی هم معتقدن که نداشتن مجوز از فدراسیون کوهنوردی ایران و در نتیجه نداشتن حمایت‌های لازم کار رو برای این سه کوهنورد سخت‌تر هم کرد. من احسان آمرتوسی هستم و امروز نظر شما رو درباره دلیل این اتفاق می‌پرسم. رئیس فدراسیون کوهنوردی تلویحاً گفته این گروه آمادگی لازم رو نداشتند. با این حال فدراسیون از هیچ تلاشی برای کمک رسانی کوتاهی نکرده. عملکرد فدراسیون رو برای حمایت از کوهنوردان مستقل و باشگاه‌ها چطور ارزیابی می‌کنید؟ اصلا به نظر شما این روحیه از کجا نشأت می‌گیره که کوهنوردها با وجود همه خطراتی که می‌دونن در کمینشونه، بازم دل می‌زنن به دریا و میرن تا ستیق کوه؟ برای شرکت در برنامه میتونید به ما ایمیل بزنید، یکی از طریق وبکم و تلفن و اسمس بیاید تو برنامه با شماره که همین الان روی صفحه تلویزیون ظاهر میشه، یعنی 2044-207-765-2077 یا 2044-207-765-2078 تماس بگیرید. شماره اسمس گیر ما 2044-77-86-2127 و 2044-77-86-2548 آدرس ایمیل ما shoma@bbc.co.uk. در فیسبوک و توییتر هم هستیم، میتونید این بحث رو اونجا دنبال بکنید با شناسه @BBC Persian Sport در توییتر. امروز در استودیو اینجا علی حاج سعید رو داریم، از اعضای سابق باشگاه کوهنوردی آرش، که به شما سلام و خوش آمد میگم به این برنامه. و البته تلفن‌ها هم خواهیم داشت. علی رو از تهران روی خط 1، بعد هم با امید صافی صحبت خواهیم کرد از آلمان که ایشون هم کوهنورد هستن و سابقه صعود به برودپیک خود ایشون هم داشتن. با شما آقای حاج سعید شروع بکنیم. شما خودتون نظر شخصیتون در مورد دلایل این اتفاق چیه؟ فکر میکنید ریشهش کجاست؟ اجازه بدین سلام کنم به خانواده کوهنوردی و خانواده این سه عزیز از دست رفته. در مورد دلایل این اتفاقی که افتاد، ما یک دلیل رو نمیتونیم دخیل بدونیم. اول اینکه خب هیمالیا ذاتش این مسائل هست و شما نگاه کنین پیشرفته ترین کوههای پیشرفته ترین گروههای کوهنوردی، کوهنوردهای بسیار مطرح دنیا در هیمالیا میبینیم بعضا مشکلات برایشون پیش میاد، کشته میشن، مفقود میشن و ورزش کوهنوردی به طور کل این چیزها رو داره. اما اگر بخوایم دقیقا این مسئله اتفاقی که برای اینا افتاده رو بخوایم باز کنیم و به جزئیاتش بپردازیم، یکی از مسائلی که بسیار تاثیرگذار بود توی این قضیه مسئله کمبود امکانات این تیم بود. این تیمی که کار به این بزرگی انجام داده، گشایش مسیر روی یک قله 8000 متری در هیمالیا و مسیر بسیار مشکلی که برای اولین بار در تاریخ کوهنوردی ایران گشوده شد، یه کار کوچیکی نبود و تیم 5 نفره مسلماً برای این کار کم بود. اما کوهنوردی خیلی ورزش پرهزینه‌ای هست و در این حال هیچ برگردونی نداره. شما وقتی رشته های دیگر رو به حد معروف و جهانی میرسین، معمولا خیلی درآمدزا هستش. حالا فوتبال ازش میگذاریم، فوتبال دیگه یک جوری بیزینس شده، ولی رشته های دیگه هم میبینین خیلی درش هست، ولی در کوهنوردی چون ورزش سالونی نیست، درآمدزایی نیست و خیلی هم باید هزینه کنید. پرمیت سود، یعنی اون اجازه ای که باید به اون کشورهایی که قلل مرتفع مثل پاکستان یا نپال هست بدیم و هزینه‌های مثل باربر و چیزهای دیگه. این تیم خیلی مشکلات داشت به خاطر اینکه برای مثال باید یک سرپرستی در بیس کمپ می بود، مثلا آقای کیومرث بابازاده، کسی که تیمو سرپرستی میکرد، به خاطر مشکلات پولی که به وجود اومد و اون پولی که گذاشتن برای یکی از این عزیزان که مشکل نظام وظیفه داشت، اون پول رو گذاشتن برای اون که بتونه از ایران خارج شه و ایشون نیومدن. فرصت کمه، من فقط اینو میخوام یکم خلاصه کنم. با این حساب شما میگید که امکانات کم بوده، ولی با این حرفا باشگاه کوهنوردی آرش این شرایط رو برای این چند نفر حداقل فراهم کرده که رفتن تا اونجا. شما با این حساب این امکانات رو فکر میکنید که مقصر فراهم نکردنش فدراسیونه، یا یعنی اینکه خود باشگاه شاید باید این ریسک رو نمیپذیره چون هزینه جانی داشته؟ نه، یک مطلب دیگه در کنار این هستش. ببینید، کوهنوردا از اسپانسر معمولا استفاده میکنن. اسپانسر و تمام منابع مالی در ایران دست فدراسیون هستش،
چون کلن ورزش ایران یه ورزش دولتی هست تو همه مقاطع، تمام تبلیغات، رسانه ها، صدا و سیما، همه چیز دست زیر نظر فدراسیون بیشتر داره اداره میشه و این میبینیم که این تیم بسیار مشکلاتی داشت که یه مقدارش متوجه فدراسیون هست، فدراسیونی که باید حمایت کنه، در عوض اومده میگه من به شما اجازه نمیدم، شما از نظر من اوکی نیستین، و این اوکی نبودن واقعا از نظر خیلی قابل قبول نیست. خب حالا برمیگردیم پیش شما، بذار با علی از تهران فعلا صحبت بکنیم. علی، شما هم آیا مثل آقای هایت سعید نقش فدراسیون رو در فراهم نکردن امکانات اینجا برجسته میدونید، یا اینکه عوامل دیگری هم فکر میکنید بوده، مثلا اشتباهات فردی؟ که البته آقای هایت سعید هم اشتباهات فردی رو من میدونم که حتما لحاظ میکنن در این اتفاقی که افتاده. سلام سلام بر شما. من متخصص کوهپیمایی نیستم، آقای هایسری بهتر میدونن، ولی نظر شخصی من این هستش که به هر حال فدراسیون با هر سازوکاری که داره، درست دولتی هستش و افرادی که بالای فدراسیون نشستن ممکنه کارشناسای زبده‌ای نباشن، ولی متاسفانه همین تشخیصی که دادن این دوستان و با توجه به سابقه کوهنوردها که گویا قله بالای 8000 متر قطع نکردن تا حالا و با این حساب میخواستن یه مسیر جدید رو معرفی بکنن و مسلما حالا اشتباهات فردی که داشتن و به خاطر کم تجربگی اینا بوده، متاسفانه میبینیم که نظر کارشناسی فدراسیون درست بوده و این عزیزان از دست رفتن. و خب اگر که ما بخوایم کلا صحبت فدراسیون رو زیر سوال ببریم و از حالا به بعد جوونامون همینجوری بخوان اطلاعات شخصی یا اینکه از طریق باشگاه ها با تجربه خیلی کم برن کارهایی بکنن که واقعا تجربه ندارن و اینجوری بخوان خانواده رو داغدار بکنن، یک کشور رو داغدار بکنن، خب واقعا یه کسی باید این تشخیص رو بده که این عزیزان باید برن یا نرن. بسیار خوب کاری کرده. بسیار خوب، خیلی ممنون علی، ببخشید چون فرصت کمه، سریع با آقای امید صافی هم صحبت میکنیم. امید صافی، شما خودتون از کسانی هستید که به حال 4 سال پیش در این گشایش مسیر به نوعی با این افراد همراه بودید، فکر میکنید که آیا واقعا اینطور که علی داره میگه شاید ظرفیت ها شناخته نشده بوده برای این گروه؟ آقای محمود شوایی رئیس فدراسیون هم همین نکته رو میگه، میگه این افراد ظرفیت خودشون رو نشناخته بودن و شاید آمادگی نداشتن. سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، مسئله‌ای که علی دوستمون از ایران مطرح کردن در مورد نظر آقای شوایی و فدراسیون در مورد این کوهنورد یا حالا این تیم بوده، باشه کوهنوردان آرش رو فکر میکنم که تمام جامعه کوهنوردی مستقل و فدراسیون و انجمنهای ایران بشناسن و سوابق این باشگاه رو میدونن، و اگر مسئله‌ای و تصمیمی برای این صعود و ارسال این تیم به منطقه گرفته، قطعا کارشناسی شده و صحبت تجربه هستش. مسئله‌ای که مطرح میشه این روزا خیلی در واقع گفته میشه، تجربه رو باید تعریف کرد. تجربه اگر کچلوار پوشیدن و پشت میز نشستن از طرف اهالی فدراسیون باشه، بله تجربه خیلی زیادی دارن و میتونن نظر بدن راجع به مد لباس و اینجور مسائل، ولی تجربه کوهنوردی اینجا مد نظر هست و من فکر میکنم که به عنوان کسی که در واقع هم‌نورد این سه تا عزیز در دست رفته بودم، میتونم خیلی قاطعانه بگم که فدراسیون کاملا اشتباه میکنه و این سه نفر در واقع پیش برنامه‌ای که انجام دادن و تجربه هایی که در صعودهای قبلی به در واقع کوههای هیمالیا داشتم، از جمله در واقع همین برنامه و گشایش مسیر، من فکر میکنم این بچه ها توی ایران هم مسیرهایی رو صعود کردن که حتی از اهالی فدراسیون جرأت این قضیه رو نداشتن و نکردن. بسیار خوب. اما این صحبت در حال اینجا صحبت حمایت فدراسیون هم مطرح شده این چند روز که بعضی توقع داشتن حمایت بیشتری باشه از اون ور، تا زمانی که مجوز رو صادر نکنه فدراسیون طبیعیه که اون حمایت ها رو هم فراهم نمیکنه. فکر میکنید مشکل رو چجوری میشه حل کرد؟ یعنی فدراسیون باید چگونه در واقع این حمایت رو از باشگاه مستقل بیشتر بکنه؟ راهی هست از نظر شما؟ ببینید، به نظر من این فدراسیون هیچ وقت حمایت نخواهد کرد، کما اینکه در تجربه گذشته خودش و کارنامه سابق بر اینش هیچ وقت از کوهنوردی مستقل و حتی کوهنوردی که در واقع مجوز گرفتن از خود همین فدراسیون هم حمایت نشدن. برای نمونه پارسال یکی از کوهنوردانمون از دست دادیم در قله چوایو که در واقع مجوز از همین فدراسیون داشته، ولی چه حمایتی ازش شد؟ حتی برای پیدا کردن جسدش هم فدراسیونش حمایتی نکرد.
اگر حمایت این هست کوهنوردی مستقل نه نیازی به حمایت فدراسیون داره نه از این به بعد خواهد داشت. من فکر می‌کنم این فدراسیون اگر منحل بشه بزرگترین حمایت به جامعه کوهنوردی مستقل ایران هست. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. بذارید باز برگردیم پیش آقای هاش سعید. شما من فقط یه کوچیک تصحیح کنم، ایشون چایو رو اشتباه ما نسلو منظورشون بود فکر می‌کنم، گفتن چایو. بله خب شما در مورد بریم سراغ امکاناتی که اصولا فدراسیون میتونه برای باشگاه فراهم بکنه، ببینید که سطحش از نظر شما چگونه بالا است. ببینید من به موضوع امکانات پرداختم اما دو سه موضوع دیگه هم باید در کنارش گفته شه که حق مطلب ادا شه. مطلب بعدی که من میخواستم بگم این که به هر حال فدراسیون اگر حتی کاری نمیکنه یه جوری باشه که ترمزی نباشه برای تیم ها، یعنی وقتی که هزینه ای نمیده به تیم ها، اسپانسری تعیین نمیکنه، حمایت هیچ جور انجام نمیده، حتی حمایتی برای ویزا و کارهای اینجوری دفتری که مثلا گفتم خدمتتون اون پول رو گذاشتن و آقای بابازاده مجبور شد که بمونه ایران، حتی اگر این کارا رو نمیکنه حداقل به نوعی باشه که دیگه الان اومده میگه ما مجوز صادر نکردیم و یک تفکری بین جامعه ایران به وجود اومده که مثلا این تیم کار خطایی کرده نباید میرفته مجوز، در صورتی که اینطوری نیست، یه تیم شخصی رفته صعود کرده، هزینه‌اش هم خودش داده، اردوهاش هم رفته و من کاملا مخالف اینم که میگن این تیم تجربه نداره. آقای رامین شجاعی از هیمالیا نوردان قدیمی ایران هستش، خود آیدن بزرگی تو دوره قبل تو هیمالیا بودش و مجموعی از با تجربه ها و جوان ها بود این تیم، جوان های پرقدرت و با تجربه های درسته. شما اشاره کردید به هزینه هایی که به حال این تیم به شکل مستقل پذیرفته و پرداخت کرده و از جمله میدونیم که حتی جون کوهنورد هم ممکنه که اینجا گرفته بشه. شما در مورد این روحیه بیشتر برام بگید، چون خودتون کوهنورد بودید و احتمالاً هنوزم فعالیت هایی دارید، فکر میکنید واقعا این چیه که با وجود همه این ریسکا بازم یه کوهنورد قبول میکنه که حتی بدون حمایت بره بالای کوه؟ حقیقتا من سالهاست دنبال کلمه میگردم که بتونم توصیف کنم اون چیزی که یک کوهنورد دریافت میکنه برای صعود و واقعا قابل توصیف نیست. یک حالتهای در روح و یک لذتهای روحی هستش که انسان رو به جایی میرسونه که حاضر جانبازی کنه و یک عشق عمیقی در این کار هست. ببینید شما با طبیعت یکی شدنه، اون آرامش هایی که در طبیعت انسان میگیره واقعا قابل شرح نیست به طور کامل و کوهنوردی به نظر من یک ورزش نیست، خیلی فراتر از یک ورزش. حال چالش بزرگی که فرد میپذیره و قبول میکنه و باش روبرو میشه. خیلی ممنون از شما علی حاج سعید از اعضای سابق باشگاه کوهنوردی آرش، همچنین با علی از تهران و امید صافی از آلمان هم خداحافظی میکنیم. بعد از پیام های شما آماده است که فعلا میخونم براتون. علی در سایت بی بی سی نوشته که حمایت مادی و معنوی فدراسیون برای چنین صعودهایی ضروری است. کوهنوردان حرفه‌ای پس از ماه‌ها دوندگی و نگرفتن هیچ نتیجه چاره‌ای جز این که خودشان اقدام کنند ندارند که با کمبود امکانات چنین نتایجی هم دور از انتظار نیست. کامران از شهرضا در سایت نوشته که نمی‌شود همه تقصیرها را متوجه فدراسیون دانست. فدراسیون به هر دلیلی با این صعود مخالفت کرده، مخالف بوده و حالا سعی می‌شود که عدم همکاری آنها به رخ کشیده شود. باید با انصاف بود و به صحبت‌های مسئولان فدراسیون هم گوش کرد. مهدی هم از برازجان نوشته در فیسبوک در حال حاضر پرداختن به اختلافات ما بین فدراسیون و کوهنوردان مستقل صحیح نیست. بهتر است با تعامل و گفتگو به فکر ارائه راهکارهای صحیح برای جلوگیری از بروز حوادث دیگر باشیم. بسیار خوب، با احسان از تهران روی خط یک صحبت میکنیم و سهیلا میرزایی رو از آلمان داریم روی خط دو. خانم میرزایی هم پشت کوهنورد هستن. فعلا نظرات این دو نفر رو بشنویم. البته قبل از اون بذارید من یک از طریق اسکایپ آقای مهدی رستمپور رو از دانمارک بیارم روی خط و شروع میکنیم با احسان از تهران. البته اول احسان، شما فکر میکنید که دلیل این اتفاق چیه؟ واقعا از کجا نشأت میگیره؟ میشد جلوشو گرفت از طریق حمایت های بیشتر فدراسیون؟ قبل از هر چیزی سلام از بافنیت شما و نگران برنامه نوبت شما و میخواستم گلایه بکنم از تمام رسانه‌ها که فقط نگاه حادثه و مردمی کوهنوردیم چه سطحی چه اخبارشون، اون هم برای تلاشی که اصلا قابل مقایسه نیست با سویت‌های دیگر. اما در مورد حادثه که اتفاق افتاده و جریان که الان باهاش مواجه هستیم، گویا فدراسیون کوهنوردی و جدید فدراسیون عنوان کردن که این دوستان سابقه کوهنوردی چندانی نداشتن و در حد همچین توانی نبودن. برای من جای سوال هست از آقای شاهی و از آقای صابری بپرسن وقتی آقای دنیس اوبکو یکی از معروف‌ترین کوهنوردان جهان این تیم رو تایید میکنه،
اینها به چه حدی و روی چه حسابی این حرفو دارن میزنن. احسان اگه میشه یه مقداری از سوابق خودت هم بگوشون، از صحبتات مشخصه که شناختی داری از جامعه کوهنوردی ایران، از تجربتت بیشتر برام بگو که قبلا چیکار کردی در حوزه کوهنوردی. خدمت شما عزیزی که من توی سیستم کوهنوردی ایران تشکیلاتی ایران کار کردم، مسئول سابق رابطه‌های هیئت جوازان غربی بودم و لمس کردم تمام این تبعیض‌ها رو، تمام این دوگانگی‌ها رو، و الان میدونم که کارشکنی‌هایی که فدراسیون کوهنوردی در قبال این تیم و تمام تیم‌های مستقل کوهنوردی در ایران انجام داده باعث چنین حادثه‌هایی میشه. ما پیشتر تجربه داشتیم که لیلی اسفندیاری با چه مشقت‌های فراوانی رفت به کجاها رسید و موقع برگشت اجرا شده بود متأسفانه فوت شد، و نمونه جدیدش هم همین حادثه بروتفیش که اتفاق افتاد. ما اگر فدراسیون کوهنوردی کارشکنی انجام نده، ما هیچ وقت شاهد چنین چیزهایی نخواهیم بود. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما، مرسی احسان. بذار با آقای رستم‌پور اینجا صحبت بکنیم. آقای رستم‌پور، این اولین باری نیست که به حال یک کوهنورد، سه کوهنورد ایرانی دچار حادثه میشن، سابقه داشته در گذشتم، اگه میشه یه مقدار به این سوابق بیشتر اشاره بکنید که چی بوده و چرا حالا این مورد اخیر اینقدر خبرساز شد در فضای رسانه ها تا این حد در مورد شنیدیم. با عرض تسلیت خدمت خانواده این سه جوان رشید و نازنین، خب کوهنوردی در ذات خودش حادثه مستتر هست. حتی در مثلا قله‌ای مثل دارآباد تهران می‌بینیم چقدر کوهنوردای سرشناس حتی اونجا با حوادث مرگبار مواجه شدن، دیگه چه برسه به هیمالیا. حتی تیم‌های مجهز بین المللی هم تلفات زیادی داشتن. ما داوود خادم رو مثلا داشتیم که توی کیتور ناپدید شد، پیدا نشد، یا محمد اوراس که اولین فاتح اورست بود، او هم جونش رو از دست داد. کوهنوردان دیگه ای که در واقع صعودهای متعدد دچار سانحه شدن، جونشون رو از دست دادن، حتی صعودهایی که فدراسیون حمایت میکرده. اما اینکه چرا این بار اینقدر سر و صدا به پا کرد این ماجرا، که این سر و صدا به نظر من خیلی هم خوبه، یعنی باعث میشه توجهات بیشتری به ورزش کوهنوردی معطوف بشه، اینه که ما روزنامه‌هایی داریم 16 صفحه‌ای برای ورزش منتشر میشن، در طول هفته یه پاراگراف از کوهنوردی نمی‌نویسن. اما این بار به خاطر اینکه در چند سال اخیر شبکه‌های اجتماعی رشد کردن، افکار عمومی بودند که نسبت به این ماجرا حساسیت نشون دادن و رسانه‌ها رو وادار کردن که بیان تعقیب کنن این قضیه رو و ابهامات این ماجرای مرگبار رو مشخص کنن، که حالا در خلال برنامه درباره دو اپام بزرگی هنوز پاسخی بهش داده نشده درباره فاجعه بروتپیک صحبت خواهم کرد. حتما، خیلی ممنون. قبلش هم با سهیلا میرزایی از آلمان صحبت میکنیم، ایشون خودشون کوهنورد هستن، تجربه صعود از دیواره علمکوه را هم داشتن. خانم میرزایی، شما به ما یه مقداری در مورد ورزش زنان در حوزه کوهنوردی بیشتر بگید، چون الان بیشتر صحبتایی که شد در مورد کمکایی بودش که فدراسیون به باشگاه‌ها انجام میده یا خیر، اما ببینید که در بخش زنان آیا این کمک‌ها بیشتره، کمتره، وضعیت چگونه است؟ سلام خدمت شما و همه شنوندگان. مرتبط با همین برنامه باشه، یعنی همین موضوع باشه، یا به همین دوره باشه، یا دوره گذشته باشه؟ کلاً تجربه شما چه الان چه در گذشته، میخوام ببینم که آیا این حمایت‌ها برای کوهنوردان زن هم در همین حد بوده یا اینکه وضعیت فرق داشته؟ بله، فدراسیون یه حمایت بزرگی که از زنان کردن، پس از انقلاب اولین کاری که کردن به تمام گروه‌های کوهنوردی ابلاغ کردن که باید گروه زنان منحل بشه، و گروه آرش تنها گروهی بود که زنانش رو منحل نکرد و ما تونستیم، حالا من تو دوره بعدی تونستیم تحت عنوان کمیته بانوان فعالیت بکنیم، و توی این فعالیت‌هایی که ما می‌کردیم، حتی سطح فنیمون هم که بالا، هر چی سطح فنی ما بالاتر می‌رفت و مشکلات بیشتر با ما پیدا می‌کرد فدراسیون. برای مثال وقتی اولین بار زنان، من و دو نفر دیگه که دیواره علمکوه اولین بار توسط زنان صعود می‌شد سال 1367، گروه ما رو، گروه آرش رو میتونم اسمشو بذارم، بازجویی کردم. یعنی این بود حمایت فدراسیون، و خیلی خیلی حمایت های دیگه کردم فدراسیون، البته اگه بشه اسم اینا رو حمایت گذاشت. بعد در دوره های بعدی هم همینطور، همیشه با سکوت برگزار، دوره ما با سکوت برگزار نمیشد، با چنگ میزدن صورتمون به عبارتی، ولی بعدها
خب خانم پروانه کاظمی توی این دوره یکی از کوهنوردای بسیار بزرگ کشورمون هستن و این همه افتخار آوردن، ولی چرا با سکوت برگزار میشه؟ اگر ایشون براشون اتفاقی بیفته صحبت میکنن، خب خانم بوده حتما یا حالا توان بدنیش بالا نبوده، ولی چون موفقا با سکوت برگزار میشه. درسته خانم میرزایی، اما شما فکر میکنید در حال اسفندیاری همینطور؟ دقیقا به لیلا اسفندیاری هم اشاره کردید، ایشون هم به حال دچار سانحه شدن. فکر میکنید علتش چیه که با وجود این حمایتی که شما میگید نمیکنه، فدراسیون همچنان ورزشکاران و کوهنوردان زن دارن به فعالیتشون ادامه میدن، چی اینا رو در واقع سرپا نگه داشته؟ کمک ها از کجا میاد؟ این باشگاه مستقل چطور در واقع میپذیرن که این سودای پرخطر انجام بشه بدون حمایت؟ من فقط میتونم هم مجموعه این احساسات رو توی عشق خلاصه کنم. عشقیه که به این کار دارن، عشقیه که به این نوع ورزش دارن که من همونطور که دوستمون اشاره کردن خیلی فراتر از ورزشه، در واقع یکی شدن با طبیعته و طبیعیه که هر کار شاخصی، هر کار نوعی در نوع خودش ریسکشو به همراه داره و این فقط جزء همون سانحه‌ای که برای هر کوهنوردی هر جای دنیا میتونه اتفاق بیفته و هیچ ربطی به توان بدنی اینا نداشت، که از نظر من برنامه ریزی بسیار دقیق بود توسط آرش و توان بدنی اینا قوی بود و البته فدراسیون هم اینجا نقش بزرگی که داشتن این بود که به جای اینکه به اینا اگر هم کمک نمی کنن آسیب روحی نرسونن، آسیب روحی رسوندن. خیلی ممنون از شما، مرسی خانم میرزایی. ببخشید که فرصت کمه، با آقای رستم‌پور با صحبت میکنیم. شما بفهمید که با تعجبه که در 10 سال اخیر ما میبینیم که خب میزان حداقل تلاشایی که در طرف کوهنوردا صورت میگیره برای به خصوص بالا رفتن از قله‌های مختلف هیمالیا، شما فکر می‌کنید علت این تب اولا که از کجا میاد و چرا با وجود اینکه حتی حمایت هم نمیشن همچنان ادامه داره و این تلاشا داره صورت میگیره؟ آقای آمرتوسیما، در دهه 70 میلادی خب نسل اول هیمالیا نوردان ایرانی رو داشتیم، بعد در دهه 80 با انقلاب و جنگ چنانچه اشاره کردن دوست عزیزمون دیگه خبری از هیمالیا نوردی نداشتیم. تا دهه 90 که آغاز شد شدت گرفت و این در ذات خودش امر منفی نیست، اما این که این اختلافات توی مثلا اون سعودی که باشگاه دماوند هم داشت منجر به درگذشت سامان نعمتی شد، اصلا ناپدید شد، خبری ازش نبود، باز این تنش ها بود، این فضایی که الان بین باشگاه ها و فدراسیون برقراره، جدا از اون اختلافاتی که سایر رشته های ورزشی هم دارند با خانواده اون رشته ها نیست، مادامی که این تنش بین فدراسیون و باشگاه برقرار باشه، باز هم گروه های کوهنوردی از ایران خارج خواهند شد به مقصد پاکستان و تعدادی از اونها به ایران بر نخواهند گشت. این فضا باید عوض بشه، تغییر بکنه، تعامل برقرار بشه، یعنی اختلافات دست کم تا جایی که امکان پذیر هست کاهش پیدا بکنه، تا به این شکل نخبگان کوهنوردی ایران جونشون رو در ارتفاعات پاکستان نگذارن. بسیار خوب، خیلی ممنون. بازم با احسان از تهران فرصتی از صحبت بکنیم. احسان، الان صحبت از این حادثه‌ای هستش که حتی ممکنه که جان کوهنورد رو هم در واقع بگیره، فکر می‌کنی علت این روحیه چیه که کوهنوردا دارن که با وجود همه این خطرات اما ریسک می‌کنن؟ ببینید، من قبل اینکه سوال شما جواب بدم یک چیزی رو میخوام عرض بکنم. اینکه فدراسیون کوهنوردی در تمام این سالها جریانات کوهنوردی مستقل رو به دادگاه کشیده، من فقط میخوام این رو به شما عرض بکنم. یک دادگاه در مورد فدراسیون کوهنوردی از چند سال پیش در کشور تشکیل شده، دادگاه عملکرد فدراسیون در مورد برخی عملکردها مورد بررسی قرار خواهد داد، که مقابله آشکار بخش دولتی با جریان مستقل کوهنوردی در ایران رو انحصار اعتبارات، حمایت‌ها و توان تشکیلاتی از حمایت از هر گروه بسیار کوچک از کوهنوردانی که بیش از اونها به عنوان کلیپ فدراسیون کوهنوردی یاد کرد و ایجاد انواع و اقسام مانع برای فعالیت برای کوهنوردان و از اتهامات مطرح شده در این پرونده درشون، دادگاهی که نامی نداره جز افکار عمومی جامعه کوهنوردی ایران. ما سالها شاهد این جریان بودیم، اما این بار دیگه این جامعه کوهنوردی مستقل ایران خواهد بود که حرفش رو بزنه. ما مسیری رو که روی بروکپیچ بچه های ما به عنوان ایران باز کردن، داد تمام تلاش هاشون جامعه مستقل ایران، این مسیر رو باید به نام آیدی پویا و مشتبه نام گذاری کرد. من دیگه حرفی ندارم و ممنونم از شما که این فرصت رو برای کوهنوردی کشور در نظر گرفتید. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما، مرسی. بذار فعلا با سهیلا میرزایی از آلمان خداحافظی بکنیم، به جایشون سعید رو داریم از لندن. سعید، شما خودتون کوهنورد هستید آیا، و اگه هستید بفهمید که فهم کنید دلیل این اتفاقی که افتاد چی از نظر شما؟
اول سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و تمام مردم ایران. من کوهنورد نبودم ولی ورزش پرورشندان میکردم. خب با این حساب آیا اطلاعاتی در مورد کوهنوردی دارید در حدی که بتونید بگید که به نظر شما ریشه این ماجرا از کجاست؟ آیا حمایت‌های فدراسیونه که کم بوده یا اینکه خود این افراد هم دچار خطاهایی شدن که بی‌تأثیر نبود؟ وقتی یه گروهی حرکت میکنن اونم فتح کردن قله هیمالیا باید فدراسیون حمایتشون میکرد. اینی که چون با گرم شدن زمین بسیار بسیار خطرناکه در این فصل واقعا باید همکاری میکردن باهاشون که نکردن. من به خانواده‌هاشون تسلیت میگم. بسیار خوب. در ایران فدراسیون ها حتی وزیر ورزش باند بازیه، هیچ کدوم سر جای خودشون نیستن. از زمانی که آقای مصطفی داوودی وزیر ورزش شد تمام مثل یک بیلیاردی که اونو بزنه مهره ها رو پخش کرد، چنان ضربه ای به ورزش ایران زد این شخص. من نمیدونم الان بسیار خوب. خیلی ممنون. ببخشید سعید جان چون فرصت بسیار کمه، به آخر برنامه میرسیم. همینجا من با احسان از تهران، سعید از لندن و مهدی رستم‌پور عزیز از دانمارک خدافظی میکنم. پایان برنامه میرسیم. مثل همیشه آدرس ایمیل برنامه رو یادداشت کنید، یعنی شما @bbc.co.uk. تا اگه نظری دارید، میخواد با ما تماس بگیرید، پیشنهاد و نظر خاصی دارید، حتما این کار رو انجام بدید. هر جا که هستید براتون آخر هفته خیلی خوبی آرزو میکنم. شاد و قبراق باشید.